برای دوستمم که با وجود که هوا شده دستکاش هم خون و خون پر است، اما باز هم میبینیم که خوشحال است. تقریبا 13 سالگی ما ورزش کردیم تا فعلا دیگه این بخیر بار اول بود که در قفس داخل شدیم در رشته مبارزات آزاد و اولین بردم بود. انشالله که دیگه از این که زیادتر من هم برات آرزو میکنم از این که زیادتر بخیر پیش برین و از این که مسابقات بزرگ را اندازی شود تا این که خودت اول شدیم و به خاطر آینده جوان، نسل جوان، تشویق جوانم و روی دادن به پلیس. دلیل از تو برنامه شما ایزان را خوش آمدید میگم. میبینید قسم میگم میبینید استاد خوشحاله در کنار خود داریم. سلام استاد خوشحال شما. سلام خدمت شما و از طریق برنامه شما و تمام وطن عزیز. استاد تشکر میکنم. بگوین از امروز، از مسابقات امروز بر ما بگوین. خب با وقت مسابقات معاونت فنی فدراسیون MMA که در اصلش جناب کوهستانی صاحب بود با وقت عالی خوب پیش میره و ما قلبا از تمام استادای عزیز تشکری میکنم و یک نوید خوش به اینام میتم که ما این برک رمضان فدراسیون عمومی ورزشی وزارت امور داخله هر استادی که دی دور مسابقات سهم گرفتن دا اونا حق حضور پیدا کرده میتونه و ده نفر از شاگردای خود مسابقات میتونه برای ما معرفی بکنه و بازم سپاسگزار هستم از شما و از برنامه زیبایتان که ورزشکارا و جوانا را مورد مد قرار دهید. تشکر میکنم. بیا یکی از خاطرات شیرینت امروز برام بگو. خب کل روز ما خاطرات شیرین بود. خاطرات شیرین ما زمانی است که در مسابقات ارتشای جهان در امرای 48 کشور قوتای ناتو مسابقه می کردیم. ما زمانی که رفتم با یک زمزک الکترونیکی تمرین می کردم، من نمی فهمیدم که او عکس العمل ایجاد میکنه. ما کوره آپرکت زدم، ما را پس آپرکت زد افتیدم و تمام معریفا ما را دید و سر ما خنده کرد. زمان کونا خنده کردن. خب ما با اون سیستمای خیلی پیشرفته تمرین نکرده بودیم. هر کس آرزوی ازیده میکرد که در رنگ امرای ما مقابله شود. بالاخره عریف از کشور نیپال امرایم روبرو شد و در راوند اول که او رو نکاوت کردم کلگی پشیمان شده بود از آرزوی ازی که در مقابل ما فایت بکنه یا مبارزه بکنه و بعدا آمد از ما پرسان کرد نتاق که چی خوردی. ما گفتمش نان دوغ. گفت حالا ما به انگلیسی نان دوغ چه رقم ترجمه بکنیم. دیگه این خاطرات خوب بود در ورزش. نه استاد خوشحال یک چیز دیگر هم از پرسان میکنم، یک ورزشکار چی کارها را تای کنه تا یک ورزشکار بسیار خوب شوه و مصدر خدمت شوه به جامعه؟ اخلاق عالی، کرکتر خوب، شخصیت عالی و حس وطن دوستی و مردم دوستی. یک ورزشکار اصل بیشتر از وطن و مردمش هیچ چیز نباید دوست داشته باشن. دقیقاً. بسیار تشکر میکنم. باز خودت از زایی که در خارج از افغانستان هستن چی گفتنی داری امروز باشن؟ چی پیام میدی امروز باشن؟ به اونا میگم وطن عشق من و هم وطن جان من، بین در جانتان و به عشقتان خدمت دارم. تشکر میکنم. باز خودت وقت خوب و خوش باشیم. بخیر باشیم. وقت خوش خدا نگهدار. دوستان پس مکه دیدین استاد خوشحال هم صحبت کرد و همچنان در کنارش یک قهرمان دیگر هم دارم. نگفته نمونه که با صحبت های زیرون میشنم و ضمن از این با دریشی و یونیفرم هم که از در جانشان ایره هم برسان میکنم که چطور بوشده. سلام بر شما. سلام عرض ادب خدمت شما و بیننده هایی که از طریق یوتیوب چینل ما را بیننده هستن. بسیار تشکر میکنم. اسم شما؟ عبدالامین کوهستانی هستم، معاون فنی فدراسیون MMA وزارت امور داخله. اینا دیگه ما اینو نخواستم که بگویم، گفتم باش که سپرایز باشه، شما خودتان باید از زبان خودش بشنوین. خب بگوین در رابطه با مسابقه بگوین چطور خواستین که مسابقه را برگزار کنین و این مسابقه مشخص به سن چند تا آخرین سنی که شما انتخاب کردین در این مسابقات باشه چند سال باشن؟ قسمی است که فدراسیون MMA وزارت امور داخله بخصوص معاونیت فنیش که خودم در اصل قرار دارم، اولین دور مسابقاتش است که خودم برگزار کردم. خواستم خودم آزاد از دیگه از نونهالان، از جوانان، از بزرگسالان، از سه کاتگوری برگزار کردم که تمام کلاب‌های که در شهر کابل است، کسایی که افتخاری در تیم ما فعالیت داره آنها را دعوت کردم. رسما امروز اولین دور مسابقات آغاز کردم به خاطر تشویق و رشد جوانان کشور. بسیار خوب. و این مسابقات را دیگه مسابقات آزاد میگن؟ درست یاره، مبارزات آزاد یا فری فایت مشهور است. بسیار حالا باش که کدام بشت ما نخوریم از طرف. نه قفص همون خاطر است، فایتر نباید از قفص بروتر برم. نه امروز از خودم یک خاطره شیرین میشنم. گاهی وقت لطم خوردی نخوردی در این مسابقات؟ والا در مسابقه زده خورد بسیار زیاد است دیگر. خودم طبعا در داخل قفص میدره،
لطم در گردن میگیره مردم لطم میکنه گفت ما دختر خانم ها که باز تو لطم میبینیم باز ما اگر میگم اگر یک تایش ما بخوریم فکر نکنیم که از جای بخیزیم شما تمرین نداریم ما رویت تربیه شدیم تمرین داریم پرکتس داریم بسیار خوب ببین در رابطه با خودتان بگوین که چی دستاوردهای دارین چی دستاوردهای را تا بال به افغانستان تقدیم کردین شما صحت و سلامت باشی خودم در چهار رشته ورزشی قهرمان هستم مخصوص فری فایت کوشو پهلوانی تیم ملی کامبت سامبو که زیادتر دستاورد در وشو دارم در تیم ملی وشو دارم تیم ملی کامبت سامبو و مبارزات آزاد که هم داخلی مسابقه کردیم هم خارجی بسیار خوب اگر خودت به عنوان یک جوان اگر رشته مسابقات که ورزش باشه اگر انتخاب کردین جز از این کدام انتخاب دوام داشتین در زندگی یا اگر داشتین کدام بود چی بود جز از این بوکس کردیم بسیار بوکس خوش دارم و پهلوانی که اولین رشته ما پهلوانی بوده و بوکس بوده و فریفاید بسیار خوب بین در رابطه با مسابقات بگین در مسابقه که می باشین چی احساس می داشته باشین و حستان چی باشین مسابقه از خودم یا از از خودت شروع دیگه از خودت از دیگران از خود خودم که مسابقه می داشته باشم بسیار هم استرس هم خوش و اوش بسیار اگر اجان تایی که برنگه مسابقه می شود چقدر آمادگی باز شما می گیرین؟ بین از آمادگی ها بر ما بگوین صد سوی مسابقه را دیده اگر داخلی باشه خارجی باشه طبعا یک ماه دو ماه سه ماه قرنطین او آمادگی میگیری ادای مسابقه را باید از کوره بکنی بسیار خوب نه باز همی مسابقات هم تا جایی که من معلومات دارم میگه هر کس به وزن خودش مندازه هر کس به وزن خودش به سن سال خودش مسابقه هم بسیار مورم بیا از این بگو که قدر قهرمانی هایی که خودت آوردی تقدیم نگوی از طرف یک ریپاک هم آمد خب خیر به هر صورتش مسابقات از هر اتفاق مفته اقدر دستاورده که شما آوردین زیادتر در کدامش خوشحال بودین و اولین قهرمانی را که شما گرفتین در کجا بود و چگونه از آن خود کردین؟ اولین قهرمانی را گرفتم در رشته ویشه بودم ویشه کار بودم خوشبخت کنم شش ماه بعد از تمرین مسابقه کردم مسابقه های زین شرق و دوست اولین مسابقه هم که در رشته وجو بوده بسیار تشکر میکنم از خود که تا لحظات برنامه را با ما بودی از اونایی که در خارج از افغانستان هستن مسافرا که هستن به اونا امروز چی گفتنی داری به عنوان یک قهرمان به اونا همین گفتنی همین است که همیشه تمرین بکنن همیشه زحمت بکشن در داخل باشن یا خارج باشن به نفع افغانستان است اگر یک خارج هم مسابقه کنم مثل نصرت اکبر است بعضی ورزشکارهای دیگه تمام خوشیش بر میتره به مردم افغانستان دقیقا و بیا یک چیز دیگر هم از پرسان میکنم این ورزشکارها زیادتر چی میخورن خوراک ورزشکارها چی هست زیادتر خوراک ورزشکارها اینمی غذای روزمره از قرار چی مثلا زیادتر میگن که باید کچالو باید جوشاده استفاده کنی شیر باید شیر و پروتین و بعض گپا داره ورزشکارا میتونم به امروز به عنوان یک ورزشکار به عنوان یک قهرمان بر ما چی پیشنهاد میکنی که ما باید وزن بگیرم تو باید از یافه ذره پرخور کنی پرخوری کنی تو پرخوری را اصلا یاد ندارم برای ما تو راست چاق نمیشه لاغر مونده خب باید نه نه چیز را که باید بر ما توصیه کنی حالا بر ما چی توصیه میکنی کچالو توصیه میکنی شیر توصیه میکنی زیادتر برنج بخو نان خوش بخو اینم پو گوشت بخو لوبیا بخو نخود بخو اینم چیزا بسیار خوب اینا خوب است که باز ما میبینیم قسم قهرمان چون بهم راستم کارمو بزنم چی نظر داری نه سوال جانم که بسیار بچه تگلا مولم میشه بسیار زحمت کش بسیار افتخار میکنم اون تک جوانی که ما در جامعه داره قربان تان تشکر از تای لحظات برنامه را با ما بودی باز هم جهان سپاس از خودت تشکر سلامت باشید وقت خوب و خوش دیگه وقت از زیادتر از این نمیگیرم تشکر تشکر دوستان قسم که دیدین هر دوست ما یکی از دیگه صحبت‌های خیلی شیرین می‌داشته باشه و همچنان گپ‌های خیلی عالی می‌داشته باشه باش که حالا هم معلوم میشه اینجا هم در کنار قفس که ما اومدیم ببینیم که باز هم دست کدام یکی از عزیز ما بلند میشه و میگن که مقام اول از آن خود میکنه همکارمون بعض وقت یگان هم میبینیم که یگان ورزشا میکنه دیگه خب فکر کنم که وقتش است این واقعاً
یعنی مسابقه رو کدام میبرد، چی مسابقه باشه، چی کامیابی باشه، همون چیزی که باشه، انسان وقتی که در اون موفق میشه یک خوشحالی خیلی زیاد میداشته باشه. تا این که تا بار که کدام تصور کرده را میتونه تا امون لحظه خدا اظهار کرده را میتونه، یعنی چی یک لحظه هست و چی یک صحنه هست قسم که میبینین همون همون قسم ما را دوستم هم که با وجود که هوا شده دستکاش هم خون خونپور است، اما باز هم میبینیم که خوشحال است. حالا هم میرم به طرف یکی از ورزشکارهای بعدی و همچنان یک وقفه کوتاه میگیرم و دوباره برمیگردم. Jump! 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 J
برای شما از آن خوش آمدید میگم. ادامه برنامه هست و یک قهرمان دیگر هم در کنار خود دارم که مقام اول از آن خود کرده. سلام بر شما. سلام بر شما. خوب هستین حتماً؟ شکر بخیر باشید. نام شما؟ نوید مبارز. نوید جان، نوید جان بیا برام بگو چه قمیال خوشحال هستی. والا احساس برد بگویم که دیگه زمین آسمان جای نمیت آدم هست. چون انسان زحمت که بکشه مزد کار خود که بگیره و یک امی لازم امی غیبت امی آلو مام رای هم کارم کردو. درست میگه نوید جان بیا برم بگو که چقدر مدت زمان چقدر خودت و زمان گذاشتوندی تایی که مقام اول از آن خود کردی. مدت 4 سال میشه من وشو میکنم، عضو تیم ملی وشو هستم. از این تقریبا 13 سالگی من ورزش کردیم تا فعلا دیگه این بخی بار اولم بود که در قفس داخل شدیم در رشته مبارزات آزاد و اولین بردم بود. ان شاء الله که دیگه از این قدر زیادتر من هم برتوزو میکنم از این قدر زیادتر بخیر پیش برین و از این قدر مسابقات بزرگ رو اندازی شود تا اینکه خودت اول شدی. خیر می تشکر میکنم و استادم که استاد ابراهیم ظاهری است واقعا یک استاد زحمتکش است که در مدت یک هفته مرا در مسابقات فری فایت آماده ساخت که اصلا وشو تا فری فایت بسیار فرق میکنه. او هم دیگه بوکس است دیگه همونطور است؟ مشت لگت پرتاب است. تو یک مشت بزنم تا هم کار عزیز که بفهمی باش که من یک دفعه یاد بگیرم. حالا من چی کوشش میکنم هیچ نمیشه. چطور کنم بچه؟ میشه چی کنم حالا باید؟ از که شروع کنم که باید اول بزنم؟ نه گفت دزدن نیست، هر جایی که تمرین کنین انشاءالله میرسی. حالا دخترم بانوهای قهرمانی هست که دارشته وشو هست که خارج میرن مسابقه میکنن، زهراس و بعضی کسای دیگه هست. من هم کوشش میکنم اینم، من مقصد که یاد بگیرم تنها هم کارم میزنم. نه ورزش که میگنی بخاطر صحت سلامتی. یعنی بخاطر جنگ نیست؟ بخاطر جنگ نیست. خب من بازی خوش دارم که قدش جنگ کنم. خب باز دیگه جنگ دی جنگ. نزد تشکر میکنم. آخرین گفتنیت، آخرین پیامت بر دیگه جوانا چی هست؟ بر عزیزی که در خارج از افغانستان خودت بیننده هستن چی هست؟ بر جوانا عزیزی هست گفتنی من که از مواد مخدر دور باشن و کسایی که ورزش میکنن اولتر از همه بسیار مهم است قهرمان اخلاق باشن. ادب، تربیه، اخلاق مهمتر از همه چیز است که باید توره باز در ورزش پیش برن. بسا تشکر میکنم، باز هم امید دارم که موفقیت های خیلی زیاد از آن خودت شد. تشکر میکنم سلام. Octobas, Samir Aspelab Stadeja. Jero Babu, Ramir Aspelab Stadeja. Samir Aspelab Stadeja. Jero Babu. آمدید میگم. ادامه برنامه هست و یکی از دوستای دیگر در کنار خدا و همچنان قهرمان گفتم ایتانو. سلام بر شما. قربانتون بخیر باشین. استاد فریدین انوری هستم، از جمله مدال‌آور داخلی و خارجی در رشته پالونی سامبو و در اینجا حضور دارین در ارتباط مسابقات میمیسا و معاون فنی و مسلکی فدراسیون ورزش رزمی وزارت امور داخله هستم و این مسابقه را به خاطر پروسه صلح برگزار کردیم و به خاطر آینده جوان، نسل جوان، تشویق جوانان و روی دادن به پلیس. بیاین استاد از این برام بگوین که چند سال سر خود کار کردین تا اینکه یک قهرمان شدین. قربانتان بخیر باشین. در ابتدا هر کسی که باشه یا در تحصیل باشه یا در بخش تحصیلی باشه
چون زحمت زیاد میکشه، سالها میگذره که تا برسه به قهرمانی و به کشور خود، به وطن خود افتخار ببخشه. زحمت زیاد کشیدم شما، مدت 15 سال میشه که ما تمرین میکنم، در پانتون کابل تمرین کردیم و در ضمنش از جمله اولین مدال‌آور بخش پالونی سامبو که ما نامدار است از ورزشکارا گفته میتونم که حبیب است اولین مدال‌آورش و بخشی که در یو سی قوقا که تمام جهان تکان داد و هم رشته است و ما افتخار میکنم هم رشته خود، چون در بخش پالونی سامبو چون گرپرینگ ساب میشن و اینا زیادتر استفاده میشه و خوشحال هستم که واقعا ما امروز خوشحال هستم که یک قهرمان در کنار خود دارم که دیگه قهرمان ها رو هم قسم تربیه میکنن تا ای که به مسابقات روان میکنن و دستاورده خیلی خوبه بر افغانستان میداشتن. قربانتان بخیر باشین، همین که شما تشویق میکنین ورزشکارا و نسل جوان بر ما افتخار از این فاتون. زنده باشین، قربانتان. بیاین یک کمک در رابطه با می خوراک، اگر شما از دوستان پرسان کنم در رابطه با خوراک همین ورزشکارا برام بگوین که چی زیادتر میخورن که تو ماشاءالله خوب قوی هستن. طبیعی ورزشکار که به خاطر اینکه تمرین میکنه انرژی زیاد مصرف میکنه، باید انرژی خوب باید بگیره، تغذیه بکنه. از جمله زیادتر که به ورزشکار ضروری است برنامه غذایی خوب داشته باشه، یعنی از خصوصا از میوه‌جات زیاد استفاده بکنن، چیزایی که ضرر یک ورزشکار را بالاخره یک انسان نرسه، و از زیادتر از گوشت های به حساب سفید، از گوشت ماهی استفاده بکنن، از گوشت مرغ استفاده بکنن. این چیزا میتونه مفید باشه به ورزشکار به خاطر اینکه وزنش گرنگ نشه و از گوشت های دیگه سنگین است که هضم کرده نمیتونه، به اون خاطر نمیتونه که باز ورزشکار شام بگیره، یعنی چربی اضافه کنه. کوشش بکنه رژیم غذایی داشته باشه در پلویزی. هر ورزشکار با خود یک برنامه غذایی داره. این همین برنامه‌ای را که خودت گفتی میتونم که کل شما را خود کپی کنم. قربان بخیر میگم، چون ما در خدمت هستیم. ورزشکار طبیعی است دیگه، چون تنها با ورزشکار میکنه و یک انسان آدیان ضرور است. رژیم غذایی بسیار مهم است، ما از رژیم غذایی باید استفاده بکنیم، یک برنامه بسیار منظم غذایی داشته باشیم تا بتونیم به خاطر با فایده و با فایده یک انسان، یک فایده یک فرد، یک ورزشکار هر کی بوده باشه، باید رژیم غذایی برنامه صحیح داشته باشه. یک فرد عادی و یک فرد که خودش یک ورزشکار است باید چند کیلو باید باشه به نظر خود؟ خب طبیعی ورزشکار که کسایی که وسط قهرمانی یعنی که مبارزه میکنن، که امروز ما شاهد مسابقه هستیم، کسی که مسابقه میکنه در کیلوهای مختلف هستن، وزنای 55 تا 60 تا 68 تا استاندارش باشه چند؟ خب استاندارد و به حساب وزنای ورزشکارا استاندارد داره شو برشون مزر به قد اساس در حقیقت اگر بگیم ما اگر چیز بکنیم، اگر من باشم به نظرت من با چند کیلو باید باشم و چقدر به نظر خودت هم قد من چقدر بر شما 55 کیلو بهترین وزن است براتون، چون به نظر به قد گفتین شما، نظر به قد از بله ها. والا همکار عزیز خوب ما را تکنیکا رو استاد یاد داد. محسوب کامله همکار، من مقصد گفتم میرم که کدام مقصد اعصابم خراب نشه، اگر شد دیگه بازی نمام در کنار قهرمان آمده بینم مام یاد میگیرم که تمام بینم فایده را سر خودت دیگه تمرین میکنم. قربانت دیگه تمرین خوب چیز است. تشکر، بخیر باشین، همچنان من خوش شدم از اینکه از ما مصاحبه گرفتین و بسیار زیاد تشکر از اینکه خوش آمدین در این برنامه ما. خدا کنه که همیشه شما همراه ما باشین، این برنامه رو پیش بریم و بتانیم برامات تشویق کنید و رویا ببخشید، ما بکنید کارهای بیشتر. قربانتان، آخرین گفتنید بر عزیزایی که در خارج از افغانستان هستند، در دیار غربت به سر میبرند، اونا هم قهرمان هستند ولی قرنطینه هستند امروز، چی گفتنی داری با اونا؟ خب و خصوص ورزشکارای زیاد در خارج از دوستایم که قدم یک جا شروع کرده تمرین کرده، که از جمله ظفر محسن از یکی از قهرمانایی که فعلا در جرمنی قرار داره، یکی از سازمان‌ها پیش می‌بره، یکی از قهرمان‌ها مدال‌آور کشور ما هستند، ظفر محسن است و به اون تقاضای می گفتنی می نمیسته که اونا ما میفهم که بچه هستن که پروفشنل هستن و در حال خود همیشه از تمرین خود نمیمانن و برشان میگم که باید تمرین های خود بکنن و ما شاهد مسابقاش باشیم، شاهد مسابقایی که به خاطر از اینکه در بیرون هستن بیرق افغانستان را بتونن بلند بکنن. امروز که روز قرنطینه هم از باید تمرین بکنن دیگه. بسیاری از دوستان پرسان میگم چرا تمرین میکنی؟ میگم به خاطر که میخوایم زیبایی اندام داشته باشیم. میگم مسابقه میکنی؟ میگن نه. همین دلیلش چی هست؟ خب تمرین دست به شکل سه کاتگوری چیز میشه، ما برای چیز بکنیم به خاطر از اینکه یکی فرد اگه اودیستا به خاطر صحت خود تمرین میکنه، اگه ازی بتونه که خدا ناقصا مریض نشه و یا بتونه از مواد مخدر دورتر باشه، یا اونا میتون تمرین ها آزاد اتمان آزاد یعنی فتنس میتونه یک حرکت دویشان وقت کار بکنه، این تمرین هست. و اگه پروسه دومش برنامه
دومش بشه کسی که میخواد به خاطر اینکه یک جان خوب داشته باشه، فت داشته باشه، یک اندام مقبول داشته باشه، اونو کمتر سر اندام به خود کار میکنه و از او بالاتر کسایی که به خاطر اینکه مسابقه بکنن و افتخارات بیارن و اونا رفاهی تمرین میکنن و میخوان به خاطر مسابقه تمرین میکنن، بیشتر از تمرین از ابتدایی که یک انسان عادی میکنه باید تمرین زیاد بکنه و فکرش هوش در هر رشته ورزشی بوده باشه اونا باید کار بکنه به خاطر مسابقه خود آمادگی زیاد کنه. تشکر میکنم از خودت که تا لحظات برنامه با ما بودی، موفقیت خیلی خوب برای خودت آرزو میکنم بالاتر از این. و یک ناگفته نمونه از جمله بدون از اینکه ترینر ام ام ای هستیم و ترینر بخش قانونی سامبو هستیم، در اینجا حضور از شاگردای ما دیگه حضور دارن، خوشبختانه سه تا از بچه‌ها اینجا بردن، مسابقه رو بردن. اولم براتون تبریک بگم. دو نفر دیگه که به نام رضا هست که از جمله پروفشنال مسابقه دارن، مسابقه مرکزی را البته دارن که یکی از فایترهای خوب است، برش موفقیت آرزو دارم. ما هم به خودت تبریک میتیم اول که چون زحمت های خودت بوده که زحمت های خودت به خرج دادی تا اونا رو آماده ساختی و داخل قفس ساختی شونه و ضمن ازو باز هم تشکر خاص از خود میکنم و آرزوی موفقیت خیلی زیاد برات. بسیار زیاد تشکر، بازم تشکر از خود من از اینکه شما قربان تان، وقت خوب خواهید باشید. بخیر، خدا نگهدار شما. فایده مرکزی دارم از کورنر یابی با 56 کیلو وزن با قلیل 68 احمد زیا از کورنر سر با قلیل 68 با 56 کیلو گرم وزن نظر حسین آمدید میگم مسابقات هم خوش، شما میبینید که یکی و دیگه و دیگه مش زنی شد و خون و خون پر شدن و ضمن از او دیدین که چقدر مشکلات های جواب را آمد و قهرمانی را مزان خود کردن. واقعا که قهرمانی هم تو آسان به دست آدم نمیاره. همکار عزیز دیدینه حالا ما یاد گرفتم یکان حرکت هایی که باید بری ما یاد گرفتم میشه که نمیام کار بیایم. خب دوستا تشکری خاص میکنم از شما عزیزی که در داخل و خارج از افغانستان هستین، تا این لحظات برنامه رو با ما بودین و برنامه خودتان رو بیننده بودین. امروز برنامه ورزشی رو تقدیم شما عزیزا کردم، امید که مورد پسند هر یکی شما ورزشکارای نازنین و غیر از او کسایی که ورزش میکنن عادی هم قرار گرفته باشد. و فراموش نکنید که چنل یوتیوب صدای کابل را سابسکرایب کنین، همچنین ویدیوی ورزشی امروز قفس را لایک کنین
افتادی داره. بعد که باز هم خدمت شما حاضر میشم، تمام شما رو خداوند یک تای لایزار میسپارم. ناگفتن هم اونایی که تشکری خاص میکنم از اون نازنینایی که هموطنای عزیزم، دوستای نازنینم که بر من کامنت گذاشته بودن و سخنهای خودمون نبودن و من قلبکای زیبارمون نبودن، تشکری خاص میکنم از اونها، قربان قلبای شما شوم و تا دیدار بعد، خدا نگهدار همه شما. وقت به تمام شما عزیزا بخیر، خدا نگهدار همه شما.